شاید کمتر کسی چنین دل و جرأتی داشته باشد. از کوه دماوند بالاترین قله آتشفشانی آسیا پایین میاد، آن هم با یک چرخه. لوتس آیشولز، ورزشکار حرفه‌ای آلمانی، رکورد یک چرخ سواری جهان را در کوه دماوند شکست. او اولین کسی است که با یک چرخه از ارتفاع بیشتر از 5500 متر پایین آمده. با لوتس در شهر کایزرسلاوترن محل زندگیش قرار گذاشتم تا بیشتر با او و یک چرخه اش آشنا شوم. اگر امکانی اینو دارین که سوار یک چرخه بشین، یک بارم که شده این امتحان رو بکنید، اینکه به نظر میاد راحته ولی اصلا کار راحتی نیست. یعنی من یک ثانیه هم نمیتونم روش حتی وایسم، ولی بعضی هستن که مثل برق از جلو آدمم رد میشن. لوتس آیشولز 29 ساله است و مهندس شهرسازی، اما فعلا حرفه اش یک چرخ سواری است. منبع درآمدش اسپانسرها و برنامه‌های تلویزیونی در سراسر جهان هستند که او را دعوت می‌کنند تا رکورد‌های مختلف را بشکند. او 6 رکورد گینس را از آن خود کرده و 4 بار هم قهرمان یک چرخه دنیا شد. من یه چرخه سواری رو با خواهرم شروع کردم. 9 ساله بود که مادرم اینا گذاشتنش کلاس یه چرخه. من از اون کوچیک‌تر بودم ولی می‌خواستم یه کلاس ورزشی برم. برام مهم نبود که فوتبال برم یا یه چرخه. این شد که رفتم کلاس یه چرخه و تا الان ادامه دادم و خیلی هم علاقه دارم. چرا ایرانو برای این پروژه انتخاب کردی؟ از طریق لیست بلندترین کوههای دنیا به انتخاب ایران رسیدیم. ارتفاع قله تا دره دماوند حتی از اورست هم بیشتره. برام خیلی جذاب بود که یه طرف چنین کوه بلندی شهر چند میلیونی تهران دیده میشه و اون طرفش دریای خزر. ایرانو هم خیلی وقت بود که دوست داشتم ببینم. خیلی برام جالب بود. لوتس آیشولز بیش از یک سال خودش را برای پروژه کوه دماوند آماده کرد. در کوههای آلپ و مالزی تمرین کرد. با این حال به قله دماوند رسیدن برایش کار ساده ای نبود. Am Damavand die Höchstschwierigkeit war ganz klar die Höhe ab 4000 Meter. مشکل اصلی کوه دماوند ارتفاعش بود. از 4000 متر به بالا اونقدر فشار هوا و اکسیژن پایین میاد و نفس کشیدن سخت میشه که تو اون شرایط ورزش کردن کار راحتی نیست. هر قدم برامون مثل 200 متر بود. چه برسه به اینکه یه چرخه هم سوار شی. Und da muss man dann schon aufpassen. از شانس بد لوتس در همان روز اول و هنگام ضبط این تصاویر پای فیلمبردار لوتس سر می‌خورد و می‌شکند. آنها مجبور شدند او را به بیمارستان بفرستند و بعد به پروژهشان ادامه دهند. در جمع لوتس آیشولز و تیمش 4 روز برای رسیدن به قله دماوند نیاز داشتند و 2 روز برای پایین آمدن از آن با یک چرخه. خوبی پروژه ایران این بود که در کنار تجربه فوق‌العاده در کوه دماوند با ایران هم بیشتر آشنا شدم. برام خیلی جالب بود که مردم یه همچین استقبالی از ما می‌کردن. چقدر مهمون نواز بودن. اینقدر ما رو به غذا دعوت کردن که من دیگه صدام در اومد. گفتم بابا بس دیگه، بیاین یه ذره به پروژه‌مون برسیم. خیلی خوب بود که دیدم چه مردم مهربونی هستن، به دور از تصاویر نچندان خوبی که ما اینجا از ایران داریم. لوتس قصد دارد امسال با یک چرخه‌اش از کوههای نچندان بلندی در ایسلند و آمریکای جنوبی پایین برود. لوتس آیشولز اما میگوید تجربه کوه دماوند برایش فراموش نشدنی و منحصر به فرد میماند. بامداد اسماعیلی، کایزرسلاوترن، آلمان.